نامه زندانی سیاسی رضا محمد حسینی از زندان رجایی شهر. تبعید تازیانه ایست که کبودیش بر تن شکنجه‌گر می‌ماند. خالد پیرزاده اخیراً از زندان تهران بزرگ به زندان شیبان اهواز تبعید شد و در این زندان مبتلا به کرونا شده است. پیش از وی برزان محمدی به زندان مریوان، زینب جلالیان به یزد و مریم اکبری منفرد به سمنان تبعید شده اند. حکومت به قصد ایجاد هراس در جامعه و به ویژه برای زندانیان سیاسی سر موضع و به قصد تضعیف یک مبارز این تبعیدها را انجام می دهد. اما نتیجه‌ای که می گیرد جز شکستی بزرگتر برای او نیست، زیرا کسی که راه مبارزه برای آزادی را انتخاب کرده حتماً با چشم باز به این راه آمده و از هزینه هایی که باید بپردازد برای هدفی که دنبال آن است آگاه است. می داند که با چه حکومتی مبارزه می کند، حکومتی که از دهه 60 تا کنون هزاران منتقد و نواندیش را به دار آویخته، تیرباران کرده و یا در زندانهایش محکوم به تحمل مرگ تدریجی کرده است. بنابراین کسی که با چشمان باز به جهان نگاه کرده این مهم را فهمیده است که انسان شاید بدون دو دست، بدون دو پا، بدون چشم و خیلی دیگر از اعضایش همچنان انسان نامیده شود، اما بدون وجدان و شرافت هرگز. کسی که به چنین بینشی رسیده باشد از هیچ شکنجه و مجازاتی هراسی ندارد، حتی بدترین زندان و بدترین نوع مردن. بنابراین بدیهی است که تبعید نه تنها باعث شکستن چنین فردی نمی شود، بلکه بر انگیزه ها و توان وی می افزاید و از سوی دیگر باعث می شود از حال و اوضاع انسان هایی که در این زندان های دور افتاده محبوس شده اند آگاه شده و صدای آنها را به گوش مردم و رسانه ها برساند. این گونه است که حکومت نه تنها هزینه بیهوده پرداخته، بلکه باعث افشای جنایت‌های خود در زندان‌های دورافتاده می‌شود و به انگیزه و توان مخالفانش می‌افزاید. رضا محمد حسینی، مرداد ماه 1400، زندان رجایی شهر کرج.